شلوم و برخا. انتخاب جانشین مشه در پارشای این هفته، پارشای پینهاس، میتونه به ما یاد بده که رهبر ایدئال کیه، انتظار خداوند از یک رهبر چیه، و رهبر برای اینکه موفق بشه که قومش را به اوج خوشبختی و پیروزی و امنیت ببره چه خصوصیاتی باید داشته باشه. قبل از این که به مشخصات رهبرها رهبری بپردازیم، اگر در تنخ، در کتب مقدس نگاه بکنیم، اکثر کسانی که به عنوان رهبران جامعه یهود اسرائیل برگزیده شدند، این مقام را خیلی غافلگیرانه گرفتند، یعنی چیزی که غیر مترقبه بود، قابل پیش بینی نبود. اگر یوسف را ببینیم در کشور مصر، در مهد تمدن اون زمان، یوسف چگونه به مقام رسید؟ از زندان، از یک موقعیت خیلی پایین، از عنوان یک برده یا غلام، یک مرتبه به معاونت امپراتور مصر میرسه. البته این دلیل این نیست که بگیم چون آدم حقیری ظاهرم بوده و برده بوده و زیر دست بوده، از اون خصوصیات لازم و بارز برای پست مقام رهبری برخوردار نبوده. اون پتانسیال در وجود او بوده و به همین خاطر هم با همه ناملایمات که در زندگیش روبرو بوده، اونها رو تنسته باشون کنار بیاد، تحمل کنه، از اونها بگذره و خودشان نباز. اینا همه درست، ولی جالبه، یک مرتبه یوسف برده زندانی به مقام معاونت امپراتوری مصر میرسه. خود مشربنو که شغل چوپانی را انتخاب کرد، یک تبعیدیه که از مصر فرار کرده، یک مرتبه او به عنوان رهبر جامعه اسرائیل انتخاب میشه. شاول، پادشاه اسرائیل، پدرش رو فرستاده به دنبال ماده الاغ‌ها بگرده، یک مرتبه به جای اون پادشاهی را پیدا میکنه و به پادشاهی میرسه. داوید ملک، وقتی شموئل میاد پادشاه انتخاب بکنه، فرزندان یشای را یکی بعد از دیگری ملاقات میکنه، اما در نهایت داوید، فرزند کوچک یشای، که او را اصلا به حساب نمی آوردن و او را حتی برای دیدار با شموئل حاضر نکرده بودند، یک مرتبه او انتخاب میشه. و حالا در پارشای هفته، یهوشع، ایش اشر روخ بو، انتخاب الهی است. به نظر اینجا دموکراسی نیست، یهوشع را خدا انتخاب میکنه، اما این انتخاب الهی به خاطر اینکه خداوند در او تمام مشخصات لازم و استعداد لازم برای پیش برد و پیش بردن و ادامه دادن مأموریت مشه را در او میبینه.
خدا بهتر از ما میبینه. که آدم یره لعینیم و هشیم یره للباب. انسان ظاهر را میبینه و خدا درون را و باطن را و قلب را. خدا یهوشع را انتخاب میکنه. ایش اشه روح بود. یعنی چی رو؟ کسی که روح بود یعنی چی؟ کسی که در او منظور نیست که یعنی روح داره. همونطور که راشی میگه این فردی است که میتونه حرکت کنه در مقابل روحیه هر فرد و فرد، که همه جامعه رو بتونه جذب کنه، درک بکنه و با اونها کنار بیاد و با اونها پیش بره. این یک از خصوصیاتی است که خدا در یهوشوع میبینه. همونطوری که وقتی به عنوان یکی از جاسوس ها فرستاده میشه به سرزمین اسرائیل، میبینیم که با وجودی که در مقابل اون ده توطئه ده جاسوس قرار میگیره، مفتون اونها نمیشه، مغلوب اونها نمیشه و عقیدش را ثابت و پایدار نگه میداره و با اونها مخالفت میکنه. رهبر کسیه که فقط برای نیات خودش و هوس‌های خودش و لذت‌های شخصی خودش توجه نکنه. رهبر کسی است که اینترست کسای دیگری را در نظر فقط نگیره و منافع قشر معینی را که به اونا احتیاج داره و نیازمند حمایت اوناست بر نیازهای کل جامعهش برتری نده، ترجیح نده. وقتی خدا به موشی میگه به سامختا ادیاتخا علاب، موشی دستت را بگذار روی سر یهوشوع، یعنی چی؟ یعنی که کمک الهی به او داده بشه. ولی قبل از کمک الهی خود این فرد باید آمادگی داشته باشه. خود این فرد باید بدونه که وقتی قدرت بگیره خودش را گم نمی کنه، دیکتاتور نمیشه. خود این فرد باید بدونه که اول در خودش باید زمینه اخلاقی انسانی، خصوصیات فداکاری باشه، درایت باشه، درک باشه، شناخت باشه، سیاست رو باید بدونه، مدیریت رو باید بدونه. اینا رو خدا در یهوشوع هم میبینه. بعد به موشه میگه به سامخت آجات خالاب، حالا تقویتش کن، حالا کمکش کن تا این استعدادا به اوج برسه و بسیار تقویت بشه. خدا یهوشوع را انتخاب میکنه برای اینکه او آزموده موشه است، او شاگرد موشه، لحظه به لحظه با او زندگی میکنه، موشه را دیده، سیاست را از او یاد گرفته، هدایت را یاد گرفته، دانش را از او داره، تورای او را داره. همونطوری که میگن صورت موشه مثل آفتاب و صورت یهوشوع مثل مهتاب، مهتاب نورش از آفتاب گرفت. او میتونه ادامه دهنده و دنبال روی هدایت موشه باشه. و بعد خدا به موشه میگه و احمد تا اتو لیفن الازار کن و لیفن کل هایدا و سبی تا اتو لینهم. موشه کافی نیست که من به تو بگم و تو بپذیری که یهوشوع جانشین توست. او را معرفی کن، به او قدرت بده، تمام جامعه را و جماعت را جمع کن و بگو و اعلام کن که یهوشوع جانشین منه. ببینیم نظر اونها چیه. در این حالی که
انتخاب را خدا میکنه، اما توافق و پذیرش جامعه مهمه که کسی را به عنوان رهبر بپذیرند یا نپذیرند. وقتی موشه یهوشوع را معرفی میکنه، ما صحبتی از مخالفت نمیبینیم. چرا خدا میگه معرفیش کن؟ اگر مخالفتی هست مطرح کنند، دیالوگ باشه، بحث باشه، و تو خصوصیات یهوشوع را اونا هم میشناسند، اونا هم میشناسنش. نقطه ضعف داره اگر داره، یا اونا فکر میکنن مطرح میکنن. صرف انتخاب خدا کافی نیست، باید موافقت جامعه هم باشه که او را بپذیرن. به همین خاطر میگه و همت آتو لفنه الازار کوهن، او را در کنار الازار کاهن اعظم قرار بده. دیگه الان چون اهرون زنده نیست، فرزند او کوهن گادوله، یعنی قوه مذهبی، اون بخش رهبری مذهبی هم باید هماهنگ باشه با رهبر سیاسی. پس او را در کنار الازار قرار بده. همچنین لفنه کل هایدا و به همه جامعه، و بعد به سیوی تا اوتول اینهم. یعنی چی؟ به سیوی تا اوتول اینهم، به یهوشوع دستور بده و تفویض کن مقامت را در نظر کل جامعه. لعینهم. خب برای اینکه یعنی چی دستور بده بهشون؟ بگو به یهوشوع، بگو یهوشوع فکر نکن تو ریاست رو میگیری، تو از حالا به بعد در حقیقت نوکر جامعه هستی، تو بنده اونها میشی، باید از خیلی از زندگی خودت بیرون بیای، رها بکنی، باید از خواسته های خودت، از مشغولیات خودت، از مصاحبت زندگیت، از مشاوره زندگیت یک کمی خیلی کم بکنی و بیای خودت را فدای جامعه بکنی. و این یکی از اهداف رهبریه، یکی از مشخصاتی که رهبر باید داشته باشه. این که هم در مقابل رهبر مذهبی جامعه قرارش بده و هم در مقابل جامعه و در مقابل خودت، یعنی به یهوشوع بگو تو که رهبر هستی، هدایت تو تقسیم میشه. اولا هدایتی است که سیاسی بر اساس دستورات تورا. یکیش رهبر سیاسی هستی، هماهنگ باش با کوهن گادول، کسی که رهبر مذهبیه. نمیگه که تو رهبر مذهبی خواهی بود، بلکه تو رهبر سیاسی خواهی بود. خب آیا منظور اینه که سیاست از مذهب جداست؟ آیا مذهب منظور اینه؟ دقیقا نمیشه گفت. منظور اینه که رهبر سیاسی باید به کار خودش مشغول باشه و رهبر مذهبی به فتوا دادن خودش و به آموزش خودش. نه، این که میگن رهبر دین از سیاست جداست، منظور این نیست که سیاست مدار نباید به مذهب توجه نکنه. نه، او هم مذهبیه، سیاست مدار هم ایمان داره، ایمونا داره، او هم به تورا وفاداره، اما شغل او، وظیفه او مسائل سیاسی، کشورداری، هدایت اقتصاد، امنیت، رفاه، بهداشت و بسیار از مسئولیت‌های دیگه. مسئولیت‌های مذهبی را به عهده رهبران مذهبی بگذار. به همین خاطر او را در مقابل و پیش الازار رهبر مذهبی قرار می‌دهد. بله، و کسی که میاد رهبر مذهبی میشه، رهبر سیاسی میشه، باید بدونه که دقیقاً چه تکلیفی داره باید انجام بده. برای اینکه موشه به خدا میگه اگه من برم و اینا بدون رهبر بمونند،
مثل جماعتی است که هیچ رؤیه، یعنی چوپانی نداره، هیچ کسی نداره اونها رو هدایت کن. اما اینکه خدا به موشی میگه به 30 تا اوتو و به او دستور بده یعنی چی؟ راشی به کمک ما میاد، میگه که بدان به اونها بگو یا به یوشوع بگو ترخانیم هم، اینها ترا بسیار اذیت خواهند کرد، مزاحم تو خواهند شد، درد سر برات درست خواهند کرد. اینا بدون، این طبیعیه، جامعه برای رهبر زندگی آرومی نخواهد گذاشت. سربانیم هم یوشوع بدان که اینا سرپیچی خواهند کرد، اینو بپذیر که زندگی سختی خواهی داشت، مشکلات خواهد بود، بهش بگو، بحرانها خواهد بود و بدونی که اختلاف نظر خواهد بود، هر کسی یه فکری داره، هر کسی یک نظری داره و باید اینا را بدونی و بدونی که بخشی از مسئولیت تو اینه که بتونی با اینا تعامل بکنی و این مسائل را هدایت بکنی. این که لباس سلطنت الهی پوشیده میشه در شخصیت رهبر انسانی، در حقیقت یک مسئولیت مضاعفه و دو برابره. رهبر مذهبی، رهبر سیاسی هم نسبت به شامعیم، به خداوند مسئولیت داره و هم نسبت به مردم. هم خدا باید از او راضی باشه، هم مردم، و بعد بدونه که چجوری بین مسئولیتش به خدا و به انسان هماهنگی ایجاد بکنه. باید او را دوست داشته باشند، این خیلی مهمه، رهبر را باید دوست داشته باشند. یعنی اگه مردم از او برشون بیاد، خب این نمیتونه رهبری بکنه. اگر این کار را بکنه، کمک خدا هم با او خواهد بود. همونطوری خداوند درباره مشیح در کتاب اشعیا میگه به نها آلا روح شیم روح خما او بینا روح ایتسا او گورا و روح دعات ویرت هشیم. کسی که بعدن ما به عنوان اون رهبر جامعه اسرائیلی که تبدیل به مشیح خواهد شد، بعد از آنی که او میاد و اون کارهای که انجام میده معرفی میشه، بعد اشعیا میفرماید به نه حالا بعدن روحی هم از جانب خدا بر او قرار خواهد گرفت، روح حکمت دانش. یعنی حمایت خدا از او یکیش به وسیله اینه که به او استعداد عقل و دانش و شناخت بیشتری میده، روح بینا به او میده، بینش، ایدسا مشورت، گورا قدرت و جبروت و شجاعت، روح دعت روحیه دانش شناخت و خدا ترسی. درسته که خدا او را تایید میکنه، اما به او این امکان را میده که خود او از درک و عقل و دانش و بینش خیلی بالایی برخوردار باشه تا به خوبی اونا رو هدایت کنه. درسته که از طرف خدا حمایت میشه، اما خب خودشی که داره هدایت میکنه، کمک الهی بوده و هست، ولی حکمش و درایت و عقل و بینش و سنجشش در هدایت کشورش، سرزمینش تعیین کننده است. یک هیبتی باید از او بین جامعه باشه، نه اینکه بترسند از او. هیبت او باید ملموس باشه. به همین خاطر خدا میگه موشه، به غیر از اینکه دستت را روی سر او گذاشتی و میگذاری،
اما وناتت تا مهدخا علاو، از شکوهت هم بر او بگذار. یعنی ظاهر او هم باید کمی زیبا و نورانی باشه، یعنی تأثیر روانی و تأثیر خاصی از چهره او هم باید بر مردم باشه. کسی که او را میبینه باید در او یک نورانیت و هیبت ببینه که این شاید از جنبه روحانی انسان برمیخیزه، که مشربه نوعی را داره و خدا به موشه میگه مقداری از شکوهت هم به او بده. خب ما میگیم صورت موشه نورانی بود، این نورانیتی هم به او بده تا که صورت او هم بدرخشه. وقتی او را میبینند عظمت او را نه فقط در اندیشش، نه فقط در رفتار و کردارش، در ظاهر و چهرش هم ببینند و این اثر داره برای رابطه جامعه با رهبر. پس میبینیم یهوشوع یک تلفیقی، یه ترکیب نادری است از رهبر سیاسی، رهبر نظامی. 7 سال زندگیش که باقی مانده بود توی اسرائیل، 14 سال زندگی کرد، 7 سالش فقط جنگید. رهبر مذهبی است، رهبر روحانی است، رهبر سیاسی است. باید کشور اسرائیل تقسیم بکنه، به مسائل جغرافیایی حال آشنا باشه، سوغلیشی را بدونه، جنگ را بدونه و این خصوصیات یهوشوع که کار چند مسئول متفاوت را یک باره در خودش داره. مشرب بینو که تورای موشه در سینشه و مهمتر از همه این که موشه او را در زندگیش در غیر حیات خودش معرفی میکنه و به او قدرت میده تا هنوز که خودش زنده است یهوشوع مطرح بشه و بپذیرنش، نه اینکه فردا که موشه از دنیا رفت پشت بعدن بگن کی گفته، از کجا بدونیم که این رهبر باید باشه، از کجا بدونیم که این میتونه موفق باشه. و خدا میگه موشه تا زنده ای معرفیش کن، تا بشناسنش، تا قبولش بکنن، تا بپذیرنش، نه اینکه بعد از اینکه تو از دنیا رفتی، از همین الان بهش قدرت بده تا اون اختلافات بعد از وفات تو دیگه بین جانشینان و بین مردم ایجاد نشه. و موشه ربنو او را برخا میکنه و با واقعا با سخاوت تمام وقتی خدا بهش میگه دست از و بر سرش بگذار، اما تورا می نویسه موشه دو دست خود را با تمام قدرت، هر چی که در قدرت خودش هست، او را به یهوشوع منتقل میکنه و او را مالامال از برکت، قدرت، عشق الهی، حکمت الهی و اون چی که تا حالا به او یاد داده میکنه. اما طوری که میگه تورا و یعص موشه کشر سیبا هشه متو، موشه همان طوری که خدا به او دستور داد انجام داد، یهوشوع را گرفت و او را به حضور الازار قرار داد، الازار کهن، و در مقابل همه جامعه و دستانش را بر سر او گذاشت و به او دستور داد و سفارش کرد همان طوری که خدا به موشه گفته بود. واقعا ببینیم در این دنیا رهبران کشورها چطور رفتار میکنند، اما ایدئال الهی چگونه است و چقدر اونها فاصله دارند و تفاوت دارند و از یک رهبری که اگر مطابق دستورات الهی رفتار بکنه میتونه جامعهش را به پیش ببره، به کمال برسونه، به ابدیت نزدیک بکنه
ولی زندگی خوشبختی برای همه شهروندانش فراهم بکنه. شما در اون سرزمینی که یا کشوری که هر کدام در هر کجای دنیا زندگی میکنید، کدامتون رهبری اون کشورتون را نزدیک به اون ایدئال الهی دیدید و میبینید؟ الگو یهوشوع است. شالوم و بخواه.